چی شد قربان؟ مشورت کردید؟ بله. خب موافقت اصولیشی گرفتم. موافقت اصولی یعنی چی؟ یعنی با اصل مسئله موافقت شد، فقط مونده تاکتیکشو پیدا کنیم که پسرمون از اعدام نجات بدید. نه قربان. بله دیگه، پس چی؟ خدا عمر عزتتون رو زیاد کنه جناب سرهنگ. حالا شما بفرمایید، به محض اینکه تاکتیکش پیدا شد من ترتیبشو میدم. تاکتیکش که زود پیدا میشه نه؟ بله، شما خیالت راحت باشه. بفرمایید. جناب سرهنگ، این 10 میلیون رو بدید به رئیستون، یه خورده بیشتر تلاش کنه که زودتر تاکتیکش رو پیدا کنید. لازم نیست، از همون 20 میلیونی که داده بودی سهمشو پرداخت کردم. میگم یه وقت خدایی نکرده یادتون رفت چی قربان؟ نترس، یادم نمیره. آخه اون آلزایمری که گرفته بودید میگم شاید کار دستم بده. اگه آلزایمرم اوت کرد بیا سراغم. جامو که بلدی؟ بله بله بله، حتما میام سراغتون. حالا دیگه برو، خواهش میکنم. باشه باشه، خیلی ممنون، خیلی ممنون. چی شد آقا جلالی؟ باش حرف زدم، در روز فرصت خواست، منم بهش دادم. یعنی با حکم اعدام به سرت عوض میکنم؟ آره ما بنده خدا آدم خوبیه، بی خود بهش بد میشده بودیم، خدا خیرش بده. با این یارو میتونه اختلاط کنه ولی جواب سلام منو تو رو نمیده. شاید میخواسته تو مامورا جا بیفته بعد بیاد سراغ ما. من حق این آدم نامرد میذارم کف دستش. باشه تو جمع کن، تو چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ نمیتونی بزن کنار بزن من بشینم؟ یه اون صورتونو با سیبیل سرخ میگردشتیم با خود یه عوضی پاپاتی به اسم من 20 میلیون تومان رشوه گرفته که قاچاقچی ناکستر از خودش از اعدام نجات بده. خدا رو شکر کن که زود فهمیدیم، وگرنه معلوم نبود چه کارهای دیگه به اسمت بکنه. همچی بی که فهمیدیم انگار ایشون کشف کرده، یارو خودش تصادف کرد، کار خدا بوده. بله حق با شماست، کار ما نبود، کار خدا بود. معلومه که کار خدا بوده، وگرنه شما که برام جاسوس گذاشته بودی و داشتی سند و مدرک جمع میکردی و لابد بخواستی دست بر دستم بزنی و تو شهر بچرخونی که عبرت سایر پلیسا بشه. چرا ساکت شدی؟ برای اینکه حرفی ندارم، حق با تو. معذرت میخوام. من که تا حالا چند دفعه از تو معذرت خواستم. ولش کن دیگه حرفش نزن. بیش سمت راست، بکنم تو رو خیابونه. کم یه وقت منو جایی اون اشتباه نگیرم بریزن سرمون. نه بابا، تاریخ این کلاهبرداری ها مال قبل از عمل بوده، آخریش مال 8 ماه پیش بوده، اون 6 ماه پیش عمل کرده. چون میرم کار دیگه، گفتم نکنه. زنم یه مدتی بود حال روز خوشی نداشت، بچه ها رو میزد، یه وقت میخواد خودش بالا پشتمون منزه پایین. بعد این آقا که عکس نشون دادی پیدا شد، گفت جن رفته تو جلد زنتون. گفتم خب درش بیا. گفتش که باشه. دور اتاق چرخید، دستاشو بالا پایین کرد و
بعدش هم گفت این از اون جنای سرگردونه، جا و مکان نداشته، اومده تو زن شما. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت هیچی، باید یه نفر پیدا بشه که بتونیم جن تن زن شما در بریم می‌کنیم تن اون. آقا هیچکی پیدا نشد. این گفت من حاضرم. گفتم خیلی خوب باشه، من گفت 3 میلیون میگیرم. ما هم دادیم آقا. بعد بالا پایین رفت، دور اتاق چرخید، نعره زد، قش کرد، کف کرد، آخرم بلند شد گفت جن رفته تو تن من. پولش هم گرفت و بچه‌ام گذاشته. شما جناب هیچ سرنخی ازش ندارین، نمیدونی جاش کجاست؟ حکم جلبش هم گرفتیم اما پیداش نکردیم. یه جلبیه که نگو، تا یه سرنخ ازش پیدا میکردیم غیبش میزد، جابجا میشد. زنت چی شد؟ هیچ، روز به روز حالش بدتر شد. ما هم ورش داشتیم بردیمش گذاشتیمش تیمارستان، الانم اونجاست. سلام آقا. سلام آقای جمشیدی. امیر خان سلام. سلام از مسخور بخم. سلام از مسخور بخم. شما این آقا رو میشنسین؟ بله آقا. از کجا؟ والا این آقا هم پدر ما رو کشته هم کلای ما رو برداشته. کشته؟ بله آقا. چطوری کشته؟ خدا رحمت کنه امیر رفتگان آقا. بابای ما سردردهی بدی میگرفتش، هرچی هم بهش میگفتیم برو دکتر میگفت من به دکتر اعتقادی ندارم. تا اینکه یه روز یکی این فامیلامو پیدا شد و گفت یه آقایی هستش که انرژی درمانی میکنه. بابای خدا بیامرز ما هم گفت آها این خوبه، ما هم صداش کردیم اومد. هفته یه جلسه میومد خونه ما، دست پدر ما رو میگرفت میبرد توی یه اتاق، چراغا رو خاموش میکرد، دستاشو میبرد بالا میورد پایین، هی زور میزد. دست آخرم که میخواست خونه بره بیرون 500,000 تومان پول میذاشتیم تو جیب این آقا و به سلامت. 6 ماه آزگار کار ما همین بود. پدر ما بهتر که نشد هیچی، بدتر هم شد. تا اینکه یه شب نیسته شب توی رخت خواب تموم کرد. جنازه‌شی که بردیم پزشک قانونی گفتن تومار مغزی داشته. تازه اونجا فهمیدیم که چه رودستی از این آقا خوردیم. رفتیم شکایت و شکایت کشی و پاسگاه و دادگاه، ولی این آقا یه دفعه چی؟ غیبش زد. دیگه هم پیداش نشد که نشد. شما ازش خبری دارین؟ دکتر. سلام جناب سنگ. سلام. سلام جناب سنگ. وقتتون بخیر. خبری داشت؟ نه متاسفانه. وضعیتش همونیه که بود. نمی‌تونین یا آمپولی چیزی بهش بزنین که زودتر به هوش بیاد؟ معلوم نیست کی به هوش بیاد. 60 سال‌ها تو این وضعیت بمونه. سال‌ها. خسته نباش. متشکرم جناب سنگ. خداحافظ شما. یه سال ها تو این وضعیت بمونه. بابا خدا بیامرز ما عادت داشت که پولاش همیشه توی خونه نگر میداشت. یه شب ناغافل سکته کرد مرد. ما میدونستیم 20 میلیون پول توی خونه است، اما نمیدونستیم کجاست. همه خونه رو هم گشته بودیم نتونستیم پیداش کنیم. ناصر اومد گفتش که روح بابا خدا بیامرز تو احضار میکنم، بهتون میگم که پولا کجاست، ولی منتها 1 میلیون پیش میگیرم، 10% هم پایان کار. ما هم گفتیم باشه. 2 روز بعد ناصر اومد گفت پولا تو اتاق خواب تو جعبه تلویزیونه. آخه بابا خدا بیامرزمون یه دونه تلویزیون در به داغون داشت تو کنج خونه، سالیان سال خراب بود، کسی هم اصلا نگاهش نمیکرد. اونجا بود. یه شب قبل از اینکه ناصر بیاد بگه بابا خدا بیامرزم چی گفته، دوز اومد همه وسایل برداشت برد، از جمله اون تلویزیونو، که ما بعدم فهمیدیم کار کی بوده، خود ناصر، که دستش هم شکایت کردیم اما نتونستیم ثابت کنیم. تازه مدعی بود که 2 میلیون هم میخواد. برای سلطانی بگو. جدی؟ پاشو بریم. چی شده؟ به هوش اومده. راست میگی؟ آره. آقای دکتر لطفاً
سلام علیکم. سلام. چی شده؟ ببینین دکتر به چه روزی انداخت. حکیم بیهوش نبود. چند روزی بود که علائم مغزیش یه تغییراتی رو نشون میداد. اما چون عکس العمل فیزیکی نداشت، ما خیلی به این علائم اطمینان نکردیم. امروز صبح دکتر بالا سرش نشسته بوده، یه دفعه بلند میشه با یه چیزی میزنن تو سرش، به این روز درش میاره. بعدش هم میخواسته در بره که بچه‌ها گرفتنش. ولی این که هنوز بیهوشه. بیهوش نیست، ما بهش آمپول زدیم. نمیدون چه قشقرقی برا انداخته بود، بیمارستان به هم ریخته بود، به همه حمله میکرد. به مامورام حمله کرده بود، صورت یکیشونو چنگ انداخته بود. حالا با این چیکار کنیم؟ هیچی، چیکارش کنیم؟ ببریدش، از نظر مرخصه. یعنی حالش خوبه؟ بله، کاملا، هیچ مشکلی نداره. تمام آزمایشش رو چک کردن. البته از نظر روانی تضمین نمی‌کنیم. ممکنه مشکل روحی روانی داشته باشه. من توصیه می‌کنم ببرنش آسایشگاه روانی. کجا داری میری؟ کجا بریم خوبه؟ میخوای ببریش زندان؟ ببرم زندان که همه میبیننش و فردا شایع میشه که سرهنگ نصراللهی تو زندانه. منم داشتم به همین فکر میکردم. میخوای ببریمش اداره؟ اونجا که بدتره. از همون دمه در همه بورسن کیه؟ چیه؟ قضیه چیه؟ خب یه چیزی میندازیم رو سرش که کسی نبینتش. بعد چیکار میکنی؟ میکنیمش تو یکی از اتاق. که چی بشه؟ که ازش بازجویی کنیم. تو فکر میکنی این بلافاصله صفحه دلشو باز میکنه و هرچی میدونه میگه؟ حالا دیگه. یعنی چی حالا دیگه؟ یعنی که بالاخره حرف میزنه. چقدر طول میکشه؟ چه میدونم؟ تو هم عجب سوالایی میکنی ها؟ یعنی تمام مدتی نمیخوای تو اون اتاق نگه داری؟ مگه کار دیگه هم میتونیم بکنیم؟ کی ازش نگه داری کنه؟ تکلیف خورد و خوراکش چی میشه؟ میگه چی کار کنی؟ میدونم. میگم ببریمش توی هتل. هتل؟ آره، یه اتاق بگیریم و همونجا نگرش میداریم. اون وقت خودت باید بغلش بشینی ها. اونقدر باید بشینی تا معلوم بشه کیه، قضیه چیه، چرا صورتشو عمل کرده، منظورشون چیه، تنهاست یا همدست داره، پشت این ماجرا کیه. ممکنه مدت ها طول بکشه. تنهاش هم نمیتونی بذاری، چون به بعضی اینکه تنهاش بذاری فلنگو میبنده. راستم میگی. تازه یه داد بزنه همه مسافرهای هتل میریزن بیرون و کاسکوزمون رو به هم میزنن. برای چرا اینقدر چپ و راست میپیچی و گاز میدی؟ میگه چی کار کنم؟ بسن بخواهی وایس ببینیم چه خاکی به سرمون بریزی. من میدونم چه خاکی. یعنی چی؟ من رئیسم یا تو؟ تو؟ خیلی خوب، پس بشین حرف نزن. یعنی میدونی چی کار باید کرد؟ بله. خب بگو ما هم بفهمیم. اگه میخواستی بفهمی تا حالا فهمیده بودی. حالا وقت شوخیه؟ شوخی نمیکنم. میگم بشین حرف نزن، بگو اطاعت. نشنیده؟ اطاعت. حالا خوب شد. اینجا که خیابون خونه شماست؟ بله خودش. اینجا که خونه توه؟ آره، میخوام هم اینجا نگرشید. اینجا؟ سلطانی؟ آره، بهش کلید دادم بیاد جاش آماده کنه. بجو سلطانی. سلام قربان. سلام. بازش کن بیارش تو. دستتون درد نکنه، خیلی خوب شده.
جناب فرمان زحمت کشیدن. کجا کار گذاشتی؟ اونها اونجاست. چیه؟ مطمئنی که نگه داشتن این اینجا کار درستیه؟ تو جایی بهتری سراغ داری؟ آخه اینجا خونه دونه. آره، ولی جای دیگه به فکرم نرسید. میخوای ببرمش خونه ای تو؟ من تنها رفت و اومدی هم ندارم. تا هر وقت که لازم باشه میتونیم اینجا نگهش داریم. تا هر وقت که لازم باشه؟ مگه میشه؟ با دادستانی هماهنگ شده. پسرات چی؟ یه وقت سرزده نیان اینو اینجا ببینن؟ اونا هر وقت بخوان بیان اینجا قبل زنگ میزنن. منم میپیچونمشون. جناب سرهنگ، اگه فرمایشی ندارید من مرخص شم. خسته نباشی. بفرمایید. قربان، اگه با منم امری ندارید من مرخص شم. سلطانی، این تخت از کجا گیر آوردی؟ از تو انبار، زیر خرتو پرتو بود. دیدم میله داره، میشه دستمندو بهش قفل کرد. یه درسازم آوردم، این درو به جای اون درچوبی کار گذاشت. محکم محکم. از سر کوچه‌مون توالت فرنگی رو خریدم که البته خلاف ادب باید هر روز سطلشو خالی کرد. یه ظرف آبم گذاشتم که همینجا دست و صورتشو بشوره. خیلی ممنون. زحمت کشیدی. فرمایشی ندارید؟ بفرمایید. قفل و کلید رو در قربان. اچه ها دستتون درد نکنه. چیه علی؟ چرا عصا گرفتی؟ پاشو. پاشو بریم یه چایی بخوریم تا خستگی از ترمون دره. سبکو آب بزیم یه هوش بیاد. دکتر گفته تا دو سه ساعت دیگه به هوش نمیاد. پاشو، تازه میتونیم ببینیمش. ببینیمش؟ بفرم. چای کیسه ای؟ قار نزن علی جون، حوصله چای دم کردن ندارم. اون وقتی که میمادیم اینجا حاج خانوم چه گلگاف زبونی دم میکرد. الان دیگه از این خبرها نیست. خدا رحمتش کنه. یه سال شد؟ 11 ماه. میگه محمد، یه فکری به حال خودت بکن. اگه بخوای من میتونم برات آستین بالا بزنم. ها لازم نکرده. تو اگه راست میگی فعلا یه فکری به حال خودت بکن. راستم میگی. نکن مردی که چلخوز دراز به دراز اونجا خوابیده. چه بدبختی برای من درست کرد. معلوم نیست کار خود این باشه. پس کاری که تو فکر میکنی همچین آدمی ازش برمیاد دست به همچین کاری بزنه؟ من نکرده. یک کلی کسافت کاری جایی من نکرده. چرا؟ ولی به نظر من این عمل کردن صورت و شبیه سازی با کلاهبرداری احمقانه فرق داره. چه فرقی؟ این قضیه نباید به همین سادگی باشه. باید کسای دیگه هم پشت این ماجرا باشن. راستم میگی. تکون خورد، داره به هوش میاد.
الله. ترس آینه نیست. تو چه شکل منی؟ من شکل تو هم؟ آره دیگه، خودتو شکل من کردی. بابا رو تو برم. اینجا کجاست؟ بیمارستانه؟ نه خیر، از بیمارستان بیرونت کردم. گفتن ما یه همچین آدم بی‌معرفتی رو نگر نمیداریم. آخه زدی دکتر بیچاره رو که اون همه واسه دوا و درمون زحمت کشیده بود لطوفار کردی. این حرفو چیه میزنی؟ سب کن چی شده؟ دست داد من چیکار داری میکنی؟ این چی میبنی به دست من؟ تو نمیدونی اون چیه؟ دستبنده؟ بله دستبنده، از همونهایی که میذارم به دست خلاف کارم. شما پلیسی؟ نه، ما شکارچی هستیم، گرگ شکار میکنیم. هر حالا میکی از اون چاق و چلاش انداختیم تو تله. اینجا زندونه؟ یه چیزی تو همین مایه ها. حالا خودت با زبون خوش بگو ماجرا چی بوده. ناصر خان آقای ناصر افراشته، ما داریم با شما صحبت میکنیم. کی؟ با من؟ بله، با شما. اسم من ناصر افراشته است؟ بله، اسم اصلی ناصر افراشته است، ولی با سوابقی که ازت در آوردیم بعید نیست ده تا اسم دیگه هم داشته باشی. ناصر افراشته اسم خوبیه، ولی نمیدونم اسم کیه. چرا خودتو شبیه من کردی؟ تو چرا خودتو شکل من کردی؟ چه پررویی؟ ببین ناصر افراشته، ما میدونیم تو کی بودی و چه کاری بودی و سر کیا کلا گذاشتی. جدی؟ میدونی؟ خب کی بودم؟ بگین. من هیچی یادم نمیاد، یادم رفته، همه چی یادم رفته. آخه میدونی ضربه به سرم خورده دیگه، فراموشی. این چرا فراموشی گرفته؟ هیچ یادش نمیاد. خدا پدر آدم چیز فهمم بیامرزه. آخه پس چاره ای نیست، باید صبر کنیم تا حافظش دوباره برگرده سر جاش، بعد ازش بازجویی کنیم. خوش اومدی. الان میرم بسیم میزنم، میگم سهیلا خانم رو بازداشت کنم بیارن اینجا شوهرشو ببینه تا شاید حافظه ایشون برگرده. سهیلا رو برای چی بازداش کنن؟ با سهیلا چی کار داری؟ گوش کن ناصر بابتی، ما هم سوابقه تو داریم، هم کلی سند و مدرک تو خونت داره وردیم. خونم؟ شما رفته بودی خونه من؟ بله. شما رفته بودی؟ بله. خودتو جای من جا زدی؟ به به، ازت شکایت میکنم جناب سرنگ، به جون بچه هم ازت شکایت میکنم. پس میدونی من کی هستم؟ بله، شما جناب سرنگ نصرالله‌ای هستی. به چه جزی رفتی خونه من؟ حکم تفتیش خونه تو داشتم. حکم تفتیش داشتی؟ اوپ. وقتی رفتی تو خونمون سهیلا خونه بود؟ نه خیر، ولی بعدن اومد. شما رو شناخ؟ نه خیر. بهش گفتی که شما من نیستی؟ نه خیر. خودتو جای من جا زدی؟ نه خیر. اون شما رو جای من گرفت؟ بله. به به، پلیسی باش، بکره چون سرنگ مملکتی هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی؟ سوء استفاده از موقعیت؟ همچی که زن و دخترت پاشونو گشتن تو خونه، من فرار کردم و زدم به چاک. از کجا معلوم؟ میتونن خودشون شهادت بدن. من الان بسیم میذارم زن دخترتو بیارن اینجا تا معلوم بشه اون رو چه اتفاقی افتاده. بیا بریم سرنگ. سب کن بابا، جا
چرا زود جوش میاری؟ مثل سه تا مرد نشستیم اختلاط میکنیم ها. جناب سرهنگ بیا. این کیه؟ رئیسمه. سرداره؟ سرهنگه. مخلص جناب سرهنگ. اسم تو بگو. همون که شما فرمودین. ناصر افراشته. بله. یا ناصر بابتی. بله نسبت شما هر کی اینجوری صدا میکنه قایم میزنیم تو دهنش. ولی شما بگو اب نداره. آخه نصفش به خودت میچسبه. یعنی چی نصفش به خودتون میچسبه؟ ناسلامتی من و شما شبیه همین دیگه. مگه نه؟ چرا خودتو شکل من کردی؟ من بیگناهم. به جون عزیزت من بیگناهم. من بزرگترین خلافم احضار اجنه و اروا بود. اروای خاکی بابام راست میگه. یعنی به خاطر احضار اجنه و اروا خودتو شکل من کردی؟ من اصلا نمیدونستم که شبیه شما شدم. وگرنه عمرت هم همچین بدبختی نمیدادم. یعنی چی نمیدونستم دارم شبیه شما میشم؟ رفتی عمل کردی اتفاقی شبیه من در اومد یاره؟ بذار راستش بگم جناب سرهنگ. من به دهی بالا آورده بودم. فراری بودم. 7-8 طلبکار دنبالم بودن. یه روز اومدم بردنم برای انرژی درمانی. رفتم. طرف دستش افلیج بود. 2 هفته روش کار کردم. قدرت خدا را افتاد بهتر از روز اول. انرژی درمانی؟ بله. انرژی درمانی تخصصمه. یارو خیلی قربون صدقم رفت. بعدشم که فهمید که من بدهکارم و دنبالمن گفت میتونی با 500,000 تومن خودتو خلاص کنی یا. بعد فرستادم پیش دکتره. مطب؟ نه خونهش. همونجا ماینم کرد و همونجا عملم کرد و شدم اینی که میبینی. بعدشم خونم رو عوض کردم. دیگه نه کسی میشناختم نه کسی جا مولد بود. با 500,000 تومن انتظار داری باور کنی؟ گوش کن جناب سرنگ، دارم میگم دیگه. 2-3 ماه بعد وقتی زخمام خوب شد و باند رو باز کردن دیدم که ای بد نشده. ولی وقتی چشم به روزنامه افتاد تازه فهمیدم چه بلایی سر اومده. چه بلایی؟ شدم عین شما. خب بعدش چی شد؟ یارو اومد سراغت؟ کدوم یارو؟ همونی که فرستاده بودید عمل کنی؟ نه اصلا انگار نه انگار. البته هر چند روز یه دفعه زنگ میزد و حالمو میپرسید. یعنی همینجوری ولید کردم واسه خودت بگردی؟ نز داشتم. راستش خودم هم فکری شده بودم. گفتم حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. دنبالشو گرفتم و تحتشو در آوردم و دیدم که 30-40 میلیون تومن خرجم کرده نامرد. خب بعدش چی شد؟ بعدش یه روز زنگ زد و گفت آماده باش. همین روزا خبرت میکنم. میخوام یه نون درست حسابی بذارم تو دامنت. چقدر به حسابت ریخت؟ پول؟ هیچ. یعنی پیشقسطی چیزی بهت نداد؟ دقیقا چه پاپاسی؟ آخه پس اون به اعتیاد داد که به جای من دست به این کسافت کاری ها بزنی؟ آره؟ نه جون رئیس جناب سرنگ، فکر خودم بود. فکر کردم که وقتی یکی 30-40 میلیون خرج قزمیتی مثل من میکنه لابد میخواد 30-40 میلیارد از قبلم بخوره. دروغ میگم؟ واسه همین تو لانتوری در داغون استخدام کردم و لباس نظامی تنشون کردم و افتادم به سرکیسه کردن قاچاقچی ها و معتادا. فکرم این بود که پول و پله درست حسابی جور کنم و دست زن و بچه‌م رو بگیرم و بزنم به چاک جهده. آخه من اهل خلافای چند میلیاردی نیستم. اصلا نمیدونم 1 میلیارد چند تا صفر داره. بالاخره اون یارو چی کارت داشت؟ نمیدونم. بعدش که من تصادف کردم افتادم بیمارستان و الانم که خدمت شما. آدرسشو بنویس. آدرس دکتره رو؟ نه خیر، اون که ما خودمون پیداش کردیم. همونی که دستش پرج بوده انرژی درمانش میکردی؟ همونی که تو رو فرستاد پیش دکتره. اون که آدرس نداره. تو هتل قرار میذاشتی. کدوم هتل؟ هتل به خصوصی نبود. هر دفعه تو یه هتل. فکر کنم 7-8 تایی شد. جناب سرهنگ، ما یه موبایل هم داشتیم ها. خدمت شماست. موبایل رفت زیر چرخ ماشین داغون شد. حیف شد.
همیشه مرامون تو بود. اجاب سرنگ دست ما؟ ممکنه کار واجبی داشته باشیم ها؟ دستی ما درده کنه. خیلی ممنون. سلام بزرش. سلام. خبری شد؟ نه داداش. هنوز جواب نمیده؟ نه. خیلی عجیبه، طالبات جواب میداد. پزشک قانونی هم نبود. رفتم گفتم داداشم گم شده، همه جسدا رو بهم نشون دادن، حتی آلبوم مرده های بیکس و کارم بهم نشون دادن، نبود. رفتم دم زندان واسدادم، هر کی اومد بیرون ازش سراغ گرفتم، هیچ کی خبر نداشت. یه دو سه روزم رفتم دم خونش کشیک دادم، اونجا هم نیومد. یعنی اصلا نرفته خونش؟ نه، فقط یکی از همسایه‌ها میگفت از صاحب خونش شنیده ناصر یه روز یه توکه پا رفته خونه، ولی خیلی اونجا نمونده، سری فلنگو بسته. البته خیلی رو حرف این همسایه نمیشه حساب کرد، ممکنه الکی گفته باشه. معلوم نیست، شاید هم راست گفته باشه. پس چرا دیگه پیداش نشده؟ ولش کن دیگه، نار در خونش خطرناکه. هر جور شما سلا بده. اسمس که میفرستی؟ آره، یه روز در میام. تلفنم که میزنی؟ بله هر شب. خوبه، مطمئنم که بالاخره جواب میده. من که چشم آب نمیخوام. بگو خانم. یادداشت کن. بگو یادم میمونه. دو تا قوطی نخود سبز، یه بسته پنیر کمچر، یه ستماست کمچر، چند تا بسته نون لواش. باش چشم. زود بیا یا لازم دارم. تو رام دیگه، سر رام میگیرم میام. دست درد نکنه. خداحافظ. خداحافظ. سلام. سلام، کجایی؟ سوپر. کجا میخوای بری؟ خونه. بیا خونه من. نمیتونم. برای چی؟ برای که فرمانده دستوراتی داده، باید اجرا کنم. فرمانده؟ ما غیر از شما فرمانده دیگه ای هم داریم ها. خانمیتو میگی، لازم نکرده. باشه سریع بیا خونه من. چه خبر شده؟ لابراتوار موبایل ناصرخان افراشتر فرستاده. درست شده؟ بله، چجورم؟ چیزی هم توش هست؟ اینجوری نمیشه، باید بیای خودت ببینی. باشه، میرم خریدای خانومو میدم، میام اونجا. نه، دیر میشه، اول بیا خونه من، بعدش برو خونه خودت. بابا گفته بیار، زود بیار، لازم دارم. علی جون، مطلب مهمیه، باید قبل از ساعت 9 تصمیم بگیریم. پدرمو در میاره. خیلی خوب، الان میام. خداحافظ. خداحافظ. حاجم قربون دستت، عجله کن. قابل نه، بفهم. کار فوری برام پیش اومده، باید برم. اینا رو برسیم به مامان، بگو من تا یکی دو ساعت دیگه برمیگردم. یادت نره، لازم داره، میخواد.
ماشین خودتو چیکار کردی؟ اینکه ماشین تو نیست. ماشینم خراب شده بود، ماشین یکی از دوستامو گرفتم. سلام علیک. علیک سلام. چم چی کردی؟ سرم ضربه خورده. روزی چند دفعه این کارو میکنم که خون به مغزم برگرده. میگم واسه مغز خیلی خوبه. البته اگه آدم مغز داشته باشه. داریم آقا، داریم. خوبش هم داری. اینجوری ما رو نگاه نکن که پروال شکسته کنج این قفس افتاده. یه روزی واسه خودمون برو بیایی داشتی. کجا؟ تو زندان؟ تو زندون، بیرون، همه جا. ببخشید، با اجازه. صبر کن. این موبایل مال توه؟ بله. کجا بوده؟ تمام این مدت خدمت شما بوده؟ ایول بابا، شما که گفتین رفته زیر ماشین درب و داغون شده. بله، درب و داغون شده بود، ولی ما روبراش کردیم و راش انداختیم. اه؟ شما تعمیر موبایل هم دارین؟ ما آدم هم تعمیر میکنیم، چه برسه به موبایل. خوش به حالتون. میشه لطف بفرمایی؟ نه، نمیشه. مگه مال ما نیست؟ بله، مال شماست، ولی فعلا باید پیش ما باشه. پس میشه اقلا بگین این مدت کیا به ما زنگ زدن؟ تا امروز صبح که کار نمیکرده. از بعد از ظهر که راه افتاده یه اسمس داری، یه تلفن. میخوای تلفن تو رو گوش کنی؟ بله. الو ناصر جان، الهی من فدات شم. من که مردم از دلهور و دلشوره به خدا. این اولین باریه که تلفنت روشن و من میتونم برات پیغام بذارم. گرفتاری قبول، دنبال یه لقمه نون قبول. نباید یه زنگی به من بدبخت بزنی، یه خبری از خودت به ما بدی. ای الهی دورت بگردم، زنگ بزن دیگه، قربونت بشم، زنگ بزن. خیلی خب، خداحافظ. شنیدی؟ این تلفن مال شماست. شما باید به این زنی درمونده ای بدبخت جواب بدین که من کجام و چیکار میکنم. جواب اون کسی باید بده که کلاهی مردم رو ور میداره و خودش به شکل این اون در میاره. او جان سرنگ، شما خیال میکن چه خبر شده؟ 30 سال شما سرنگ نصراللهی بودی، دو ماه اما اتفاقی نیفتده. چه پر رویه. حالا اسمس رو گوش کن. نوشته کجایی؟ هرچی بهت زنگ میزنم تلفنت خاموشه. امشب ساعت 9 بهت زنگ میزنم. دانیال. این خود ناکسشه. خاموشش کن جام سرنگ، خاموشش کن. من با این حرفه میزنم. ممکنه باید کار داشته باشه. من با اون کاری ندارم. از پای تلفن که نمیخورتت. والا خدا رو شدیدی، شدم خورد. مگه نگفتی قبلا مدام بهت زنگ میزد؟ اینا هم مثل همونه. دو کلمه با شرط بزن، ببین چی میگه و چی میخواد. همین. اگه فکر کردی میتونی ردشو بگیری و پیداش کنی، اشتباه میکنی. اون هر دفعه یه تلفن عمومی زنگ میزنه. اینو خودمون میدونیم. خب دیگه چی میگی؟ اون تا صدای منو بشنوه میگه این مدت کجا بودی؟ چرا تلفنت خاموش بوده؟ اون وقت من چی بگم؟ خب راستشو بگو. بگو تصادف کردم، بیمارستان بودم. میگه کدوم بیمارستان؟ بگم بیمارستان نیروی انتظامی؟ نه، بگو بیمارستان سهروردی. خب اگه زنگ زده اونجا چی؟ اونو دیگه بذار به عهده ما. همان کردین؟ ولی از همین الان بگم من باش قرار مدار بذار نیستم. فردا نگه برو ببین چی کار داره و چی میگه. اگه اینقدر ازش میترسی چرا باش همکاری کردی؟ کدوم همکاری جناب سرنگ؟ من لباس شما رو پوشیدم و با دوتا قاچاقچی و معتاد در به در سلام علیک کردم که با اون همکاری نکنم. همکاری؟